اسکلت روباتیکی که با عصب انسان اداره می شود. گسترش استفاده از اپلیکیشن های تجارتی در افغانستان. آینده موترهای برقی و هیدروژنی و سایر گزارش ها و مطالب تازه از جهان تکنولوژی در کاروان این هفته. سلام، داود صدیقی ام او د کاروان و نیزه خپرونې کتو ته مو رابولم. تکنالوژي د نورو برخو تر څنګ د معلولو کسانو په ژوند کې هم ډیر مثبت بدلونونه رامنځته کړي دي. په فرانسه کې انجینرانو یو روباتیک سکلیټ جوړ کړی چې یو فلج کس کولی شي د ریښتیني اعضاو په څیر د مغزو په کارولو او عصبي سیګنالونو سره ترې ګټه واخلي. ساینس پوهان وایي چې دا روباتیک سکلیټ لا تر اوسه ډېرې ودې ته اړتیا لري تر څو معلولین ترې په سمه توګه ګټه واخلي. نو تفصیل په ریپورټ کې. دغه 28 کلن ځوان له اوږو لاندې فلج دی. هغه له یوې رسۍ سره وصل دی چې ثابت یې وساتي، خو د خپلو مغزو په مرسته حرکت کوي. هغه معمولا خپل چپ مړوند او څنګلو ته حرکت ورکولی شي او د هنډل په مرسته ویلچیر ته حرکت ورکوي. دغه روبارت یا اگزو سکلیټن د کلیناتیک په نامه یو فرانسوي شرکت جوړ کړی. اگزو سکلیټنونه کوم نوی انکشاف نه دی. ساینس پوهان له ډېر وخت راهیسې کار کوي چې وړتیاوې زیاتې کړي. کوم څه چې د دغه اگزو سکلیټن په هکله خاص دي، هغه دا دی چې د ناروغ په مغزو سره کنټرولیږي. د هغه د مغزو په هغه برخه کې چې حرکات کنټرولوي، دوه بي سیم سنسرونه ځای پر ځای شوي. سنسرونه د هغه د مغزو الکترونیکي سنسرونه ثبتوي او اگزو سکلیټن ته قماندې استوي. د ساینس پوهانو د دغه ټیم موندنې د لنسنت په طبي ژورنال کې نشر شوي. دغه څېړنه په لندن کې د صحت او تودو سیمو لپاره د درملو په پوهنځي کې د معلولیت د پروفیسور ډاکټر ټام شکسپیر لخوا څېړل شوې ده. شکسپیر خپله هم معلول دی. له 1950 کلونو راهیسې د داسې وسایلو د جوړولو ادعا کیږي چې له معلولینو سره به په قدم وهلو کې مرسته وکړي. د طبي ساینس یو مهم هدف همدا و. د دغې څېړنې په هکله جالبه خبره دا ده چې د ککرۍ په دواړو خواو کې ځای پر ځای شویو سنسرونو وکولی شول چې د کمپیوټر حرکت او د مغزو خوځښت کشف او تفسیر کړي. په دې توګه کله چې کس غوښتل چې حرکت وکړي، سیګنالونه ورواستول شول او حرکت رامنځته شو. د کلیناتیک په شرکت کې ساینس پوهان وایي د غاړې په برخه کې د ملا د تیر صدمات د فلج د رامنځته کېدو سبب ګرځي. د ملا د تیر دا ډول صدمات لاسونه او پښې دواړه فلجوي. په دې تجربه کې رڼا ناروغ ته لارښوونه کوي چې څه وخت خپل لاس تاو کړي یا رڼا لمس کړي. د څېړنې لیکوالان وایي ازمایښتي تجربه یې کامیابه وه. دغه کس اصلا کوم حرکت ونه کړ. کوم څه چې ترسره شول په سکرین باندې د یو اویتار او په څلورو واړو غړو کې د اگزو سکلیټن حرکت و، چې دا یو نوی شی دی. دا تجربه چې مغزه د څلور واړه غړي کنټرول کړي هیڅکله نه وه شوي. په همدې خاطر دا په دې برخه کې واقعا لوی تحقیق دی. د کلیناتیک شرکت ادعا کوي چې هر سنسر یې څلور شپېته الکترودونه لري چې د مغزو سیګنالونه راټولوي. دغه سیګنالونه وروسته د رمز خلاصولو یو الګاریتم ته استول کیږي. سیستم د مغزو سیګنالونه په هغو حرکاتو باندې بدلوي چې ناروغ په هکله فکر کوي. د دغې څېړنې محققین وایي دوی په دې پوهیږي چې دغه څېړنه د اوس لپاره فلج کسانو ته کومه حل لاره نه لري، خو زیاتوي د دغو پرمختګونو انکشاف او تداوم ښایي اگزو سکلیټنونه د دې جوګه کړي چې د معلول د ژوند په بڼه کې تغییر رامنځته کړي. په دغې څېړنې دوه کاله کار وشو. د څېړنې په موده کې ناروغ بېلابېل دماغي کارونه ترسره کړل چې الګاریتم ته روزنه ورکړي چې د ناروغ په فکر باندې پوه شي او په دې توګه نور حرکات زده کړي. دوی له دې ډول تمریناتو څخه ګټه واخیسته. په دې تمرین کې ناروغ د ویډیو ګیم وهلو لپاره یو مجازي اویتار کنټرولوي، خو دغه څېړنه په بشپړه توګه کامیابه نه وه. It is a way forward. You know, science is amazing technology. راتلونکي ته هیله مند یو. ساینس یو عجیبه ټکنالوژي ده او ډول ډول کارونه ترسره کوي. دغه ټکنالوژي دلته په لندن کې زموږ په پوهنتون کې تر ډیر تمرکز لاندې ده. د اوس لپاره د معلولینو یوازې 15% د خپلې وړتیا وړ وسایلو ته لاسرسی لري. دغه ویلچیر چې زه پکې ناست یم د 2000 انګلیسي پاونډو په ارزښت جوړ شوی. موږ ته په کار ده چې دا ډول ټکنالوژي چې د معلولینو ژوند ښه کوي په وروسته پاتې هیوادونو کې معلولینو ته برابره کړو.
ښاغلی شکسپیر وایي د الیکسا او ګوګل هم په شان په غږ کنټرولیدونکې ټکنالوژۍ به د هغو خلکو په ژوند کې بدلون راولي چې معلولیت محدود کړی. دا له مغزو سره کوم ډول رابط پیچلی کمپیوټر نه دی چې تغییر به رامنځته کړي. د ویلچیر د کنټرول لپاره اوس ډول ډول ټکنالوژۍ موجودې دي. په غږ په کولو او یا هم په خوله باندې د کنټرول د وسیلې په نیولو سره معلولین کولی شي ویلچیر کنټرول کړي. که چیرې په مغزو کې نصب شوي د غږ سنسرونه وکولی شي معلولین د دې جوګه کړي چې یوازې په فکر کولو سره ویلچیر کنټرول کړي، نو دا به واقعیا لوی پرمختګ وي چې د اوس لپاره ډیر لرې دی. دغه ډول کنټرول به د غږ یا د کنټرول له نورو ډولونو څخه ډیر ښه وي. د بدن د بیلابیلو برخو لپاره جوړو شویو چوکاټونو یا اګزو سکلیټونو د روبوټیکي ټکنالوژۍ په برخه کې له شویو پرمختګ سره ډیر پرمختګ کړی. د څیړنې لیکوالان وایي د ناروغ پرمختګ د هغې ازادۍ پر بنیاد اندازه شوی چې ده د کارونو د کولو پر مهال درلوده، خو ښایي ډیر وختي وي چې وویل شي دغه ټکنالوژي به هغو کسانو ته د حل لاره وي چې ژور معلولیتونه لري. یک شرکت تکنولوژی در شهر سان فرانسیسکوی ایالت کالیفرنیا فیلم های کوتاه و آثار ادبی را مشخص برای گوشی های هوشمند ارزانه کند. این شرکت تا به حال توانسته 5 میلیون علاقمند را جذب کند که برای دسترسی به محتویات آن ماهانه پول می پردازند. شرح بیشتر در این گزارش. نوجوانان امروز اوقات بیشتر را با گوشی های هوشمند خود سپری می کنند. به همین منظور اپلیکیشن جدید موسوم به هوکت ایجاد شده است و فیلم‌های جدید و آثار ادبی را عرضه می‌کند که مشخص برای نوجوانان تهیه شده است. چیزی را که ما در حال ساختن آن هستیم مانند شرکت نتفلیکس، نخستین خدمات عرضه محتویات مختلف هنری در گوشی‌ها می‌باشد و مرتبط به علاقه مخاطبان است که بیشتر در تماس هستند و این محتویات را در گوشی‌های خود می‌بینند. ما به این پرسش کارمان را آغاز کردیم که آیا جوانان دیگر کتاب می‌خوانند؟ اگر چنین است چگونه می‌توان با آنها رسیدگی کرد و آنها را مشغول کرد تا داستان بخوانند؟ راه حل را که ما پیدا کردیم داستان‌های پیام کتبی است. اینها در اصل داستان‌های تخیلی است که در قالب پیام‌های کتبی نوشته شده است. شرکت هوکت ادعا می کند که 50 میلیون علاقمند دارد که ماهانه برای دسترسی به محتویات آنها پول می پردازند. نخستین فیلم ما 15 دقیقه بود که بر اساس داستان موسوم به ترور اند ورژن ساخته شده است. فیلم ترور اند ورژن که به گفته شرکت هوکت یگانه داستان خوب اجرا شده آنها می باشد، یک قصه معمولی یک دختر نوجوان معصوم است که عاشق مرد محبوبه شده و در نتیجه همه چیز آشکار می شود. ما قصه طولانی را در سنپ‌چت و اپلیکیشن خود نشر کردیم که دارک ماتر یا ماده تاریک نام دارد و داستان آن بسیار پیچیده بود. نشر این داستان برای ما نشان داد که علاقه و مشارکت وجود دارد، در صورتی که محتوای داستان تا جایی که امکان دارد بهتر شود. در عصر دیجیتال نباید هیچ چیزی را به شانس سپرد. شرکت هوکت می تواند ببیند که هر خواننده چه اندازه وقت را برای خواندن داستان و حتی هر صفحه آن سپری می کند. خلاصه نویسی و تنوع در متن باعث می شود شما به یک محتوا توجه کنید. اطلاعات واقعا نشان می دهد که در گوشی ها به طور خاص انتخاب های خلاق توجه بیشتر را جلب می کند. شرکت هوکت با استفاده از روش‌های جدید داستان پردازی اپلیکیشن خود را برای نوجوانان ساخته است. اگر جوانان و نوجوانان هزینه ماهانه دسترسی به این خدمات را پرداخته بتوانند، جای شکی نیست که محتویات این اپلیکیشن می تواند توجه آنها را جلب کند. په داسې حال که چه آنلاین پیر و پلور ده هر روز په تیریدو سره عمومیت پیدا کوي، دودیز پلورنځي له بېلابېلو لارو چارو څخه په ګټې اخیستو د خپلو مشتریانو د ساتلو هڅه کوي. په دې رپورټ کې د دغو هڅو یوه بڼه ګورو. له دغې هندارې کار اخیستل ډېر اسانه دي. کله چې مشتری جامې واخلي او ازمایښت یې کړي، د مشتری ویډیو ثبتوي او وروسته له هغه سره مرسته کوي چې وګوري نور جامې په ځان څنګه ښکاري. کاروونکي د زیرک تلیفون او لاس په حرکاتو کنټرولولی شي. مشتریان حتی د جامو رنګ هم بدلولی شي. ایتالوی دیزاینر او متشبث سلوادور نیسی ولکوفسکی وای هغه د غزیرک هنداره په تصادفي ډول جوړ کړه.
په هغه وخت کې ما د انټراکشن یا تعاملي ډیزاین په پروژو کار کاوه چې یوه نوې نظریه مې ذهن ته راغله او هغه دا چې په پلورنځیو کې په یوې نوې تجربې کار وکړم. هماغه وخت چې دغه نظریه راپیدا شوه، دغه نوې اختراع مشتریانو ته فرصت ورکوي چې د جامو د ازمایلو تر څنګ میکاپ هم امتحان کړي. د مخ سوروالی، د مخ سوروالی ډیر په سختۍ لیدل کیږي، خو دلته یې ډیر په دقیق ډول وینو او دا ځکه چې زموږ ټکنالوژي په پکسل باندې متکی ده. په دې توګه یې موږ پکسلونه یو په یو بدلوو چې دا یوه خاصه ځانګړتیا ده. مشتریان ورباندې نور شیان هم امتحانولی شي. مشتریان خپل مخونه سکن کوي څو جوړه عینکې پرته له دې چې په فزیکي ډول یې راواخلي امتحانوي. لکه چې تاسو وینئ زما په سترګو هیڅ ډول عینکې نشته، خو کولی شم چې بیلابیل سټایلونه امتحان کړم او وګورم چې زما په سترګو څنګه ښکاري. دغه ځیرکه هنداره کیدای شي هغو پلورنځیو ته چې د آنلاین پیر او پلور له امله د تړل کېدو له خطر سره مخامخ وو ډیره ګټوره تمامه شي. حال می‌پردازیم به شماری از رویدادها و خبرهای مرتبط به تکنولوژی که در رسانه‌های اجتماعی و وبسایت‌های مختلف انعکاس یافته. و در این بخش مثل همیشه جیلا جان نوری ما را همراهی می‌کند. سلام جیلا جان. دوجا سلام خدمت شما و خدمت بیننده عزیز. خبرها و گزارش‌های جالب از جهان تکنولوژی و تازه‌هایش را در گزارش آماده کردیم که با هم یک جای مشاهده می‌کنیم. در میان گزارش‌های جالب تکنولوژی در این هفته، ایالات متحده تحریم‌های بیشتر بر تولیدات چینایی وضع کرده است. در اقدام تازه آمریکا، شرکت کمره‌های ویدیویی‌های نظارتی هایک ویژن در فهرست سیاه آمریکا اضافه شده است. بعد از اینکه کمره‌های هایک ویژن در اطراف کمپ نظارت از وضعیت مسلمانان اقلیت آیغور در چین نصب شد، ایالات متحده در حمایت از اقلیت مسلمانان چینایی، خرید و فروش کمره‌های نظارتی هایک ویژن را در فهرست سیاه اجناس چینایی اضافه نموده است. ایالات متحده تا هنوز که در تنش‌های تجارتی با چین درگیر است، در اقدام اخیر برخی شرکت‌های دیگر چینایی را نیز در فهرست سیاه قرار داده است. در خبر جالب دیگر از چین، نمایشگاه بین‌المللی اقتصاد دیجیتالی در چین با شرکت ده‌ها شرکت مختلف برگزار شد. این نمایشگاه به هدف معرفی اقتصاد دیجیتالی با کیفیت بالاتر برگزار شده است. تولیدات تکنولوژی و علمی مانند ربات‌ها، موتورهای بدون راننده، وسایل هوش مصنوعی جزء این نمایشگاه بودند. بازدیدکنندگان در این نمایشگاه برخی از تکنولوژی‌های جدید را امتحان و لمس کردند و از خدمات ربات‌ها و تجربه رانندگی موتور بدون راننده لذت بردند. یکی از بخش‌های برجسته نمایشگاه تکنولوژی اینترنت با سرعت 5G بود که مردم تاثیر آن را در زندگی آینده احساس کنند. در این نمایشگاه حدود 500 شرکت معروف اینترنتی تکنولوژی و تولیدات و خدمات جدید خود را برای رشد اقتصاد دیجیتالی معرفی کردند. در گزارش جالب دیگر در مورد ربات‌ها، یک ربات سرآشپزها را با پختن 300 دانه پیزا در ساعت به رقابت کشانیده است. ماشینی که 12 پیزا را همزمان آماده می کند با انداختن روبرومی و مواد پیزا بدون کمک دست انسان ها پیزا را آماده می کند. این ربات جدید در نمایشگاه در شهر سیاتل ایالت واشنگتن استیت معرفی شد. معاون شرکت ربات سازی که ربات زوسر پیزا را ساخته است امیدوار است که این نوع ربات برای رستوران ها در رقابت با همدیگر کمک کند. برخی کشورهای دیگر نیز ربات را که پیزا آماده می کنند تجربه نمودند، که شامل فرانسه می شود که یک شرکت مبتکر فرانسوی به نام پازی در پاریس اولین پیزا فروشی ربات را باز نمودند. در گزارش جالب دیگر از امارات متحده عربی، شرکت واوی اینترنت 5G خود را به شرق میانه گسترش می دهد. شرکت واوی برای فروش تلفن‌های جدید با اینترنت 5G طبق گفته یکی از مسئولین در نمایشگاه دبی قرار است ساختار اینترنت 5G را در نقاط مختلف جهان اضافه نمایند. در هفته جی تکس در دبی معاون شرکت بخش کلاود واوی گفت اینترنت 5G در ساختار صنعتی جهان تغییرات را به میان آورده است و می تواند در رشد اقتصادی کمک کند. اینترنت 5G آخذه ایج و هوش مصنوعی تکنولوژی پیشرفته هستند. این تکنولوژی های جدید برای مردم امید زندگی بهتر را به میان آورده است.
امارات متحده عربی و بحرین در حال حاضر از اینترنت 5G استفاده می کنند و شرکت واوی می خواهد که این گزینه اینترنت سری را به سایر کشورهای شرق میانه نیز وسعت بخشد. و در خبر جالب دیگر از کره جنوبی، دروس مجانی برای اطباء مسن در کره جنوبی در مورد تکنولوژی جدید در نظر گرفته شده است. برای دسترسی افراد مسن کره جنوبی برای آنها طرز استفاده از برخی وسایل تکنولوژی را که در زندگی آنها مفید است یاد می‌دهند. افراد بالاتر از سن 55 در مرکز آموزشی در شهر سئول استفاده از تبلت، تلفن‌های هوشمند و برخی گزینه‌های دیگر تکنولوژی را عملاً یاد می‌گیرند. آنها از طریق اینترنت خرید تکت ریل برای کاریابی و تکت سینما برای تفریح را در ظرف 5 صنف مختلف یاد گرفتند. برخی دیگر فیلمبرداری با لوازم تکنولوژی و کامرهای پیشرفته را تجربه می‌کنند. کره جنوبی بیشتر از 7 میلیون دلار را برای آموزش تکنولوژی برای افراد مسن در این کشور اختصاص داده است. شرکت گوگل در یفته تولیدات جدید خود را که شامل تلفن پیکسل نسخه 4 میشه معرفی کرد. از جمله سایر تولیدات تازه تکنولوژی گوگل، این بار گوگل هوم نست به اندازه کوچکتر ساخته شده که در داخل از او راوتر یا وصل کننده اینترنت بی سیم یا وای فای اضافه شده است. این وسیله کوچک و قوی بر افراد گزینه های بهتر استفاده اینترنت و همزمان دستیار صدا می باشد. قیمت نست هوم مینی یا کوچک حدود 170 دلار است. برای اولین بار تلویزیون های هوشمند روکو که با اپلیکیشن های مختلف نشر برنامه های تلویزیون و فیلم ساخته شده، اپلیکیشن اپل تی وی که دو می تونید برنامه های جالب شرکت اپل با پرداخت عضویت ماهانه تماشا کنین اضافه کرده. از اول نوامبر در تلویزیون های روکو اضافه شده و به این معنی که بر علاوه سایر اپلیکیشن ها در تلویزیون مانند نتفلیکس و یوتیوب، اپل تی وی نیز قابل نصب است و شما می تونید که به هزاران برنامه و فیلم های آنلاین مغازه اپل دسترسی پیدا کنید. روساندو شرکت مبتکر تکنولوژی نو اسپیکر هوشمند کوچک و قوی به نام مینی اورا ساخته که برای انتقال از او به جاهای مختلف، موقع رانندگی روی بایسکل، موقع بازی فوتبال یا هر موقعی که خواسته باشین، صدا را با کیفیت بالا از طریق بلوتوت تلفن نشر میکنه. قیمت یک جور اسپیکر مینی اورا حدود 60 دلار. با آمدن زمستان یکی از شرکت های مبتکر تکنولوژی نو توشک کوچک را ساخته که با بیتی چارج میشه و در اصل مثل یک بخاری یا گرم کننده کار میکنه. این توشک کوچک با سیم USB و مواد ناسو ساخته شده و برای استفاده در منزل، بیرون یا موقع رانندگی در موتورسیکل و غیره گرم میشه. قیمت آن حدود 40 دلار است. نو بکس پشتکی کی بک به شکل هوشمند با تکنولوژی پیشرفته ساخته شده است. داخل کیبک چند لایه مختلف وجود دارد که هر کدام از او برای گذاشتن لوازم تکنولوژی مثل لپتاپ، تبلت و بیتری چارج کننده، کیبل های USB و سویچ مخصوص برای چراغ LED که میتونین روی از او پیام خاص انتخاب کنین استفاده میشه ساخته شده است. تکنولوژی برای بانوان اولین بار نوع ماشین بدون سیم برای موهای زنان ساخته که در مدت زمان کوتاه میتونه موها را شکل بده. این وسیله برای جلوگیری از ضایع وقت بدون اینکه نوعیت موی خراب کنه به شکل بی سیم موها را قاط میده. قرار است این وسیله و سال آینده به بازار عرضه گردد. یکی از چینل های جالب یوتیوب که هم معلومات مورد علاقه شما را در مورد تولیدات تازه شرکت اپل پست میکنه، چینل 9 تا 5 مک است که در ویدیوهای اخیر از او معلومات ویژه تلفن های آیفون نسخه 11 در مقایسه با تلفن های قبلی به طور مشترک توضیح داده شده. این چینل خودتان میتونید پیدا کنید و این معلومات هم میتونید که به دست بیارید. داوود جان، هیلا جان، یک دنیا تشکر از حضور شما در برنامه. تشکر شما. تشکر از شما هم که بیننده برنامه ما هستین. فراموش نکنید که شما میتونین برنامه ما را در پهروی تلویزیون در رسانه های اجتماعی هم تماشا کنید. امید است که در رسانه های اجتماعی نیز با ما همراه باشین. په افغانستان کې د اپلیکیشنونو یو شمېر جوړونکي وایي چې د دوی کار د سوداګریزو سکتورونو د کارونو د اسانتیاو لپاره موثر دی او ورځ تر بلې مختلف تجارتي هټۍ د اپلیکیشن د جوړولو غوښتنه ترې کوي. رحیم ګل څاروان د موټرو د پرزو د پیر او پلور په اړه په یو اپلیکیشن راپور جوړ کړی.
دا د امسافت په نوم د ټکنالوژي یوه کمپنۍ ده چې اپلیکیشنونه او سافټویر جوړوي. دا کمپنۍ وایي چې اتوموبیل په نومي یو نوی اپلیکیشن جوړ کړی تر څو د موټرو د سپیر پارټونو د خرڅونکو د کارونو لپاره اسانتیاوې برابرې کړي. دا د هغه تجارانو ته ده څوک چې مکمل عمده او پرچون مالونه د خارج نه د سپیر پارټ وارد کوي او دلته د هغې نه ډسټریبیوټر کوي یا هولسیلران دي یا ریټیلران دي چې عمده او پرچون باندې خرڅوي نو هغه خلکو ته ورکول کیږي او استفاده کوي. د امسافت کمپنۍ وایي چې د اوتوموبیل اپلیکیشن یې تیر کال جوړ کړی دی او تر اوسه ورسره 650 مشتریان ورسره په دغه اپلیکیشن کې شامل دي. کله به هم چې د دې رئیس یا هم څوک چې راس کې یا شریکې نو راپور به غوښتو په دې به میاشتې لګېدې یا هفتې به لګېدې خو بیا هم د دې راپور به دقیق نه و. نو یا کوم راپور یا د چا کاتبه چې کتله نو په دې باندې ورځې به لګېدې کتابچې به لټولې چې هغې کې به حساب یا به درست و یا نه. نو د ډېرو تقاضا دا وه د دې په تقاضا په مطابق موږ لاړو چې داسې یو ایپس ورته جوړ شي چې دا ضرورت نه وي چې دا د خپل څوک چې کاتب یا څوک اپریټر یا څوک چې دا کمپیوټر استفاده دا کې چې دا یغې نه پښتنه وکي. په افغانستان کې د موټرو د سپیر پټون د خرڅلاو لپاره دا نمرنه اپلیکیشن دی چې جوړیږي. په خپل د سپیر پټون هټیوال وایي چې دی اپلیکیشن او سافټویر ورسره مرسته کړې ده. سافټویر به مو بسیار خوب یار کړه از نگاه به حساب قرضداري او از همه چیز د می یک دقیقه میتونیم کار خود با اسانی اجرا کنیم. سافټویر بسیار خوبیای خود داره که بکاپ میتونه بگیره از همه چیز همه تاقچای ما همه چیز ما را میتونه جدا جدا بر ما نمایان کنه. دا ټکنالوژي له دودولو سره اوس په افغانستان کې مختلفو برخو کې اپلیکیشنونه او سافټویر جوړ شوې دي. که څه هم ځینې وایي چې خلک د کارونې په لارو چارو نه پوهیږي خو یو شمېر نور بیا وایي چې خلکو ته یې اسانتیاوې رامنځته کړې دي. رحیم ګل څاروان، کابل. شرکت های موترسازی در نمایشگاه جهانی موتر در شهر فرانکفورت آلمان شماری از موترهای آزمایشی و پیشرفته ای را به نمایش گذاشتند که قرار است در سالهای آینده به بازار بیاید. با توجه به این نمونه های آزمایشی در آینده نزدیک موترهای برقی، هیدروژنی و انواع دیگری که از منابع انرژی قابل تجدید استفاده می کند جای موترهای عادی که تیل مصرف می کند را خواهد گرفت. تفصیل بیشتر در این نمایش. شرکت BMW در نمایشگاه جهانی موترها در شهر فرانکفورت موتر آزمایشی فور سیریز را نمایش داد که بر اساس همین نمونه موتر i4 این شرکت نیز در سال 2021 ساخته خواهد شد. شرکت BMW تلاش کرده تمام گزینه‌های استفاده از انرژی قابل تجدید و سازگار با محیط زیست را به نمایش گذارد که در موترهای آینده ممکن به کار برده شود. موتر آزمایشی دیگر ویژن ام نکست نام دارد و دیدگاه آینده شرکت BMW را در رابطه با موترهای سپورتی و برقی نشان می دهد. همچنان این شرکت نمونه‌ای از نسل بعدی موترهای هیدروژنی را به نمایش گذاشته است که نیروی حرکی خوب خواهد داشت و سازگار با محیط زیست خواهد بود. با موترهای هیدروژنی اصولاً شما از تمام مزایای موتر عادی و برقی برخوردار خواهید بود. سرعت آن شبیه موتر برقی خواهد بود و مانند موتر عادی مسافت طولانی را طی کرده و با آسانی تانکی آن را از هیدروژن پر خواهد کرد. شما یک موتر هیدروژنی را در ظرف چند دقیقه پر می کنید و مسافت 3400 مایل را طی می کنید. اما باز هم این یک نمونه آزمایشی برای آینده است و ما منتظر دسترسی آسان به هیدروژن هستیم تا این نوع موترها به طور گسترده استفاده شود. ولی این تکنولوژی در حال حاضر وجود دارد. در گوشه دیگر این نمایشگاه شرکت اودی آلمانی موتر آزمایشی موسوم به AI تریل را برای رانندگی در جاده های ناهموار و خامه به نمایش گذاشته است. این موتر در عوض چراغ های جلو برای روشنی در شب از درون ها استفاده می کند تا بتواند در مناطق صعب العبور حرکت کند. شرکت هیوندای کره جنوبی نیز موتر آزمایشی و برقی موسوم به 45 EV را به نمایش گذاشته که طراحی آن از روی موتر 45 سال قبل این شرکت به نام پونیکوب الهام گرفته شده است. اگرچه این موتر در طراحی از روی یک موتر سابقه ساخته شده ولی در داخل مجهز با پیشرفته ترین تکنولوژی های روز می باشد. This is the EV based concept car. EV digital
این یک موتور آزمایشی برقی است. موتور برقی دیجیتال و مجهز با تکنولوژی های پیشرفته ای که برای موتورهای آینده بسیار مهم می باشد. اما در عین زمان مهم این است که شما چگونه یک داستان را بیان می کنید. ما از خود می پرسیم که آیا می توانیم موتور مجهز با تکنولوژی های پیشرفته و سوپر دیجیتال بسازیم که در عین زمان یک رابطه عاطفی از گذشته با آن داشته باشیم؟ پس از میلیاردها یورو سرمایه گذاری در بخش تکنولوژی و فابریکه های بطری، قرار است موج بزرگی از موترهای برقی جدید وارد بازار موتر در اروپا شود. شرکت های موترسازی در تلاش هستند و با عجله می خواهند موترهای برقی بسازند تا با مقررات و محدودیت های جلوگیری از انتشار گازهای گلخانه‌ای و آلوده کننده محیط به ویژه در اروپا و چین روبرو نشوند. جیم هولدر، مدیر مسئول مجله بریتانیایی اوتوکار، میگوید که شرکت‌های تولید کننده با نمایش دادن موترهای آزمایشی در شهر فرانکفورت می‌خواهند نشان دهند که موترهای برقی نیز می‌تواند پرهیجان و متفاوت باشد. فکر می‌کنم چیزی که همه تولید کننده های موتر از آن ترسیدند این است که برق محصولات تمام شرکت‌ها را قابل استفاده و شبیه یکدیگر نسازد. آنها نمی‌خواهند که فقط یک موتر دیگر بسازند. آنها می‌خواهند محصولشان متفاوت و قابل توجه باشد و البته آنها سالها زحمت کشیده و با مصرف صدها میلیون یورو انجن‌ها و بخش‌های دیگر موتر را انکشاف دادند. در نهایت جای تمام این پرزه‌ها را یک موتور برقی با سرعت و حرکت مشابه خواهد گرفت. از این رو آنها تلاش می‌کنند نشان دهند که موتورهای برقی نیز می‌تواند هیجان‌انگیز باشد. طور نخواهند بود که مانند خریدن یخچال و ماشین کالاشویی دیگر به موتور نیز همان طور نگاه کنید. آنها می‌خواهند نشان دهند که موتور جدید شما جذاب و هیجان‌انگیز خواهد بود. نمایشگاه جهانی موتور شهر فرانکفورت همه ساله برگزار می‌شود و در نوع خود یکی از بزرگترین‌ها در اروپا می‌باشد. ده جنوبی کوریا په یو ښوونځي کې زده کوونکو خپل معلول ښوونکي ته د لیګو له تعلیمي بستو څخه یو روباتیک لاس جوړ کړی. په دې اړه دا رپورټ وګورئ. د جنوبي کوریا په یو ښوونځي کې د لیګو له بلاکونو څخه د یو مثبت کار لپاره ګټه اخیستل کیږي. له دغو بلاکونو څخه زده کوونکي د خپل ښوونکي مایکل بایکرافت په لارښوونه بیلابیل شیان جوړوي. هر زده کوونکی لیگو پیژنی او له ډیر کوچنی عمر یعنی درې کلنۍ په عین طریقه ورڅخه کار اخلي. د بایکرافت خیلاس د پیدایښت له وخته پریو زده کوونکو د ده له حالت څخه په الهام اخیستو له پلاستیکي خښتو یو روباتیک لاس جوړ کړ چې خپل ښوونکي ته د انجینرۍ خپلې وړتیاوې وښیي. زما خوښیږي چې په خپلو لاسونو شیان جوړ کړم. جالبه دا ده چې زه یو لاس نه لرم. زده کوونکو ته ډول ډول پوښتنې پیدا کیږي. کله پوښتنه کوي په لاس څه شوي، آیا په کومه حادثه کې ژوبل شوی، آیا ستاسو په شان یو کس باید موږ ته د خوندیتوب درس راکړي. خو زما دا خوښیږي چې دوی یو معلول کس ویني او معلولیت د ژوند یو شمېر چارې محدودوي، خو دوی ویني چې زما د معلولیت باوجود زه ډېر هغه کارونه کوم چې په لاس کېږي که څه هم یو لاس نه لرم. که څه هم ښاغلی کرافت مصنوعي لاس نه کاروي، هغه له روباتیک لاس څخه ګټه واخیسته چې نورو ته وښیي چې روباتیک لاس له نورو سره څنګه مرسته کولی شي. د هغه 14 کلنه زده کوونکې جولیا وایز وایي غواړي داسې روباتیک شیان جوړ کړي چې له خلکو سره مرسته وکړي. زه غواړم داسې روباتونه جوړ کړم چې له خلکو سره مرسته وکړي. د مثال په توګه هغه خلک چې په لاره نشي تلای، ښایي یو روبات په لاره تللو کې ورسره مرسته وکړي، یا هم ناروغ وي او روبات ورسره مرسته وکړي. داود دیونی کاروان، هیله ده چې د خپرونې ټول مطالب مو خوښ شوي وي. د خپرونې په پای کې غواړم یادونه وکړم چې د خپرونې د ښه والي لپاره ستاسو نظرونو او وړاندیزونو ته سترګې په لاره یو. کاروان د امریکا غږ په پښتو، دری او کاروان فیسبوک باندې په ژوندۍ بڼه خپرېږي، او تاسو کولی شئ د خپرونې د نشر پر مهال خپل نظرونه او وړاندیزونه راسره شریک کړئ. هیله ده چې تل له موږ سره اوسئ. تر بیا، الله حافظ.